اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری. فرزاد زنده بود، یک لحظه بود، شیرین و دلپذیر. فرزاد زنده بود و مثل کودکی معصوم و از جوانی آکنده بود. یک روز در کناره تبعید لبخند ناگهانی می شد، از پشت شیشه می دیدی او را که پیش چشمت تصویری از جوانی می شد. وقتی که کوچه ها را تا دفتر قدیمی یک روزنامه می رفتی، شاید که روزنامه نام تو را بر سینه داشته باشد. فرزاد اهل آبادان بود، آنجا که خانه ها در بوی نفت و خون و جنون ویران شد. او ماند با کوله باری از غم غربت، تصویری از خلیج همیشه فارس و یادگاری از شب آخر، آن شب که خانه پدری را به درود گفت و رفت. یک لحظه بود، اما تاریخ نام او را می داند. تاریخ اسم او را می خواند و روی آب دجله تصویر مهربانش همراه با رفیقش حلاج رو سوی رود کارون می راند. علیرضا نوریزاده، چهارشنبه 26 ژوئیه، 4 مرداد ماه، به شما سلام میکنم. این شعر رو ساعت 7 صبح بود بی بی سی اعلام کرد که صدام حسین فرزاد بازوف رو کشت. گریان برخواستم و همون موقع نوشتم. فرزاد برادر کوچکترم بود، جوان، عاشق نوشتن، اسمش معروف بشه. برای همین وقتی ایشکی عراق نمیرفت و حاضر شد بره اونجا، با دفنی یک نرس دوست شد و با او رفته بود مجتمع اسکندرون، که اسکندریه که اونجا در عراق بمبی منفجر شده بود، خاکشو کرده بود توی شیشه. کار بچگی، میخواست معروف بشه. صدام گرفتش، به جرم جاسوسی اعدامش کرد. پسرش هم گفت چون ایرانی بود باید دوباره اعدام میشد. فرزاد نوجوان با پای خود به عراق رفت، در یک جعبه برگردانده شد. من و دوست دخترش، مادرش، پدرش، برادرش و خواهرش از جسد او استقبال کرد. امروز از صبح به فکرش بودم، یه جوری عجیب تو سر من بود. این قامت بلند و چهره جذاب دکتر بختیار اومده بود اینجا، مرداد خونسالی توی هتل رویال گاردن. مرداد هم اونجا بود، با فرزاد رفتیم و رفتیم دکتر بختیار رو دیدیم. و فرزاد فردا یه تیکت تو تلگراف نوشت راجع به دیدن دکتر بختیار. چه روزایی بود، چه آرزوهایی داشتیم. بگذاریم، یزدان شهدایی عزیز با ماست و خوشحالم از اینکه گفتگوهای من با یزدان مورد توجه شما قرار گرفته. و طبیعتاً یزدان یه آدمی است پر از امید. آنچه که کشور ما بهش نیاز داره امیده. امید. درود به یزدان شهدایی. سلام عرض می‌کنم جناب نوری‌زاده. افتخاری هر دفعه که خدمت شما میرسم و بینندگان عزیزتون. احساس می‌کنم آغاز برنامه شما
شاید به خاطر همون احساسی که فرزاد و فرزادهای گرامی داشتن منو یک قدم به ایران نزدیکتر میکنه. درود میفرستم و از این فرصت استفاده میکنم و در خدمتتون هستم. پاینده باشید و امیدوارم که علیرضا نوری‌زاده با برنامه‌اش و تلویزیونش تا پیروزی ایران همه ما رو همراهی بکنه. امیدوارم خبر پیروزی رو بعد اقل ما بدیم. یزدان عزیزم، با توجه به وحشی‌تر شدن رژیم در برابر بانوان، نگاهت به این جنبش، نگاهت به زن ایرانی که سر بازی ایستادن نداره و قرص و محکم ایستاده، میرقصه، شادی میکنه، بی حجاب میاد بیرون، آیا اعتقاد داری که این در واقع نتایج برنده شدن در رویارویی با رژیم در دور اول توی رینگ، دور اول زنها برنده شدن، آیا چنین اعتقادی داری و چطور نگاه میکنی؟ قطعا جانم نوری‌زاده، قطعا این اعتقاد دارم. ببینید، ما در سالگرد، نزدیک به سالگرد آغاز انقلاب زن زندگی آزادی هستیم. این رو تذکر بدم اینجا، بعضی از دوستان میگن ما سالگرد قتل مهسا رو میگیریم، جریانات سیاسی در داخل و خارج. نه، ما سالگرد آغاز یک انقلابی رو میگیریم که از شهریور 1401 ایران رو وارد یک مرحله جدید تاریخی کرده، مرحله‌ای که هنوز به پایان نرسیده و ایرانی ساخت، ایرانستان و کارستان. خب، هم صحبت در مورد گذشته است ضروری، هم در مورد آیندهش. این حرکت بی‌نهایت مدرن یک حرکت قرن 21 بود و نیروی اصلی و محرکه آن زنان بودند و جوانان و به هر حال نسل زد. زنان در حقیقت موتور اصلی انقلاب زن زندگی آزادی بودند و بقیه در حقیقت پیوستگان در حقیقت خودشون رو به این قشر عظیم در حقیقت دلاور و شجاع ایرانی چسباندن. برای اولین بار میشه گفت در جهان شاید زنان واقعا وارد صحنه اصلی شدن، سوژه شدن و بقیه در حقیقت ابژه شدن و با آنها ملحق شدن. این انقلاب ما رو با خودش خواهد برد. بایستی عمق آن رو درک کرد، چه بخواهیم و چه نخواهیم. بنابراین آنچه که در حقیقت فرق اینو مطرح میکنه، برجسته تر میکنه از بقیه، تحولات در حقیقت بعد از این 7 ماه، در اون 100 روز اول دوران انقلاب جینا که در حقیقت فاز زایش بود و فاز در حقیقت انفجاری انقلاب بود، بعدش ما فاز در حقیقت پسا انقلاب مهسا میشیم که واقعیت قضیه که تمام نظم کهن رو در حقیقت زیر سوال برده. اون 100 روز شکافی رو در دیوارهای حکومت اسلامی ایجاد کرد، شکافی رو که در حقیقت دیوارهای حکومت و باور در حقیقت مردمان ما ایجاد کرد که هزاران ساله بود، اگر نگویم در حقیقت 100 ساله بود، واقعا باید گفتم هزاران ساله بود. بنابراین این انقلابی که در حقیقت انقلاب زیبایی ها بود، پاکی ها بود، 100 هزار بازداشتی داشته به قول خودشون، 100 هزار چشم بینا در حقیقت به خاطرش از بین رفته و بنابراین زنان در حقیقت بعد از اون ما هر آنچه رو که میبینیم به نشان همون در حقیقت دستاورد های بزرگ به اصطلاح انقلاب زن زندگی آزادی بود. ما شاهد چنین حادثه ای نه در جنبش سبز بودیم، نه در 96 بودیم دی ماه و نه در آبان 98، و به همین خاطر این انقلاب زن زندگی آزادی خودش جدا میکنه از تمام فشور آنچه که تا الان داشتیم. مرگ بر خامنه ای قداست انقلاب اسلامی رو فرو ریخت در حقیقت و عمیق کرد هر آنچه رو. سونامی در حقیقت انقلاب زن زندگی آزادی است که تار و پود نظام جمهوری اسلامی رو گسسته، نه تنها در خیابان که مهمترین عرصه درگیری زنان هست. شما نگاه کنید به هر گوشه این مملکت، ببینید چه اتفاقاتی داره. ناکارآمدی، بی آبرویی، بی لیاقتی حکومت در درون خودشون. دیگر تنها ریزش نیست. نگاه کنید به درگیری آقای مرندی با رئیس دانشگاه تهران، یا در حقیقت دارودسته قالیباف با آقای رئیسی. دارن همدیگر رو میدرن. یعنی آنچنان تأثیری گذاشته این انقلاب و
که در حقیقت واقعیت قضیه روند فروپاشی شروع شده و من با امید میگم زنان ایران کاری کردن کارستان و در دنیا نه تنها در کشور ما تحولاتی رو که ما بعد از این شاهد خواهیم بود و آینده‌ای که در بستر این مدرنیسم اجتماعی این گذار اجتماعی اتفاق خواهد افتاد سیاستی که بعد از این خواهد اومد انقلاب سیاسی که بعد از این خواهد اومد متأثر از این است بسترهای در حقیقت واقعی یک ایران آزاد دموکراتیک و این حرکت پیریزی کرده به زبان ساده من اگر بخوام به شما بگم معادله قدرت تغییر کرده شما در حکومت‌های خودکامه یک طرف حکومت خودکامه رو دارید یک نفر در حقیقت مردم رو دارید مردمی که تبعیت میکنن باید بترسن ولی به قول توکویل اون جامعه شناس قرن 19 از زمانی که مردم میفهمن که در حقیقت قدرت خودشون رو باور میکنن این معادله به هم میخوره و در ایران الان حکومت است نشانه ترسشون من به شما بگم در مورد گشت ارشاد هیچ نهادی حاضر نیست زیر بار این بره که این دستور کی داده ترس از این بیشتر بنابراین انقلاب زن زندگی آزادی و زنان ریشه در تقابل سنت و مدرنیته در 100 سال اخیر داشت تنها یک انقلاب سیاسی مثل سال 57 نبود این انقلاب فرزند خلف صدیقه دولت آبادی ها فرخروی پارسا ها و محمد علی فروغی هاست البته فرزند زمانه اونهاست و به همین خاطر آنچه که در کف خیابان ما مشاهده می کنیم نشان در حقیقت پیروزی زنان هست با تکیه کرد روی اون که واقعیت قضیه اینه که در حقیقت فضای اون صد روز رو پساوردش رو دستاوردش رو در همین میبینیم که ما زنان ایران جمهوری اسلامی رو چنان به چالشی کشیدن که دیگر به قول آقای عبدی آقای زیدآبادی خنده آور شده یعنی آبرویی برای جمهوری اسلامی نذاشتن و باید با آنها تبریک گفت یزدان عزیزم یه نکته که به نظرم میرسه حتما ازت سوال کنم ببین همزمان با این جنبشی که ما در ایران شاهدیم زنان یک جنبش فرهنگی عظیمی هم در جریانه و در این حال رسوا کردن نظام طرف میاد راجع به بی‌حجابی سخنرانی میکنه به خامنه ای میگه قربون جمالت که ما زنده به جمالتیم بعد تصویرش رو شروع میدن با یه پسر دیگه بعد پسران متعدد در دربار شاه سلطان حسین عصر معلوم میشه که این شیوه مرضیه با روحانیت تشیع پیوند خورده و با فرهنگش خب اینا رو ما شاهدیم بعد فردا میبینیم که رادیو گیلان برنامه چیز رو میده بیرون یه مداحه که در بارگاه آقای خامنه ای هم میخونه با یک زن شوهردار که جز محظورات اخلاقی بوده قبول کرده بوده جامعه که یه خانواده رو از هم نپاشه ولی اینا اعتقادی به اونم ندارن آیا تصور میکنی اینها هم در واقع از برکات همین جنبش زن زندگی آزادی و انقلاب مهسا و ما شاهد بیشترش هم خواهیم بود به زودی به آقا مشتبه و به بقیه هم خواهد رسید بله جناب نوزاده اتفاقا نکته خیلی مهمی رو اشاره کردید ببینید کاراکتر انقلاب زن زندگی آزادی رو خیلی ها نفهمیدن در همون ابتدا و حتی اپوزیسیون هم متوجه نشد در داخل کشور هم اون قشر خاکستری یعنی پدران و مادران این جوانانی که ریختن رو خیابون دور بودن از این درک در حقیقت که چه دارد میگذرد درک خود این قضیه خیلی خیلی مهمه بحث در حقیقت زن زندگی آزادی مسئله در وهله اول حکومت نبود اتفاقا یک انقلاب فرهنگی یک همونجوری که گفتم تقابل سنت با مدرنیته بود یک انقلاب فرهنگی بود که تمام نظم کهنه رو زیر ذره می‌برد از درون خانواده از درون مساجد از درون حوزه علمیه قم دانشگاه‌ها هر آن چرا که نشانی از نظم کهنه و دین سالاری در حقیقت گذشته داشت همه رو زیر ذره برده و همین خاطر این جامعه فضای عمومی رو تصرف کرد شجاعت شما میبینید رهبران در حقیقت همه این میدانی ما در حال جوانان هستن نسل کم سن و سال هستن این همون نسلی است که در حقیقت حتی من به زبان بهتر بگم نمیخوام اینو تکرار بکنم به نسل گذشته خودش رو داره به چالش میکشه به پدر و مادرش میگه چه میراثی برای من آوردید
این نسل یک ویژگی داره و بعد خیلی خیلی بحث مهمی شما پیش کشیدید. ببینید این نسل الگوش از حزب توده و شوروی و غرب نگرفته. یک انقلاب یک محصول کاملا ایرانی است، از دل فرهنگ ایرانی در اومده، چنگ زده این نسل جوان. از سال ما از دهه 80 میبینیم که در حقیقت تاریخ ایران دوباره در دستور کار این نسل قرار میگیره. پاسارگاد، بابک خورندی، جشنایی که گرفته میشه، این نسل دست میازه به اون تاریخی که در حقیقت هویت خودش رو در اون پیدا میکنه و در حقیقت میاد پا به عرصه زمین میزه، پا به عرصه میذاره که برای اولین بار نه مثل مشروطه الگوش رو از انقلاب فرانسه و انگلستان بگیره و نه در حقیقت مثل انقلاب های کلاسیک ما پیرو نظریات لنین و مارکس باشه، بلکه واقعا یک انقلاب کاملا ایرانی است، انقلابی که از دل فرهنگ ایران اومده بیرون و این ویژگی رو داره. خیلی ویژگی خیلی مهمتر اون دیگه که به انقلاب سیاسی که اکتفا نمی‌کنه. ببینید انقلاب سیاسی همیشه در اغلب کشورها یک انقلاب سیاسی میشه، کاری که ما در سال 57 کردیم، شاه رفت، داریم ما شکست خوردیم. همین مدرن یک در یک پروسه مدرنیسم اجتماعی با افشاگری، با انباشتی از آگاهی در حقیقت داره معادلات رو تغییر میکنه. این فرق هست، این مدرنیسم اجتماعی که نسل جوان ما، زنان ما میرن جلو، این روندیه که در سال 1968 در اروپا اتفاق افتاد. ببینید اروپا از انقلاب فرانسه تا 1968 حکمرانی مدرن داشت ولی مدرنیسم اجتماعی شکل نگرفت. الان ما در ایران یک مدرنیسم اجتماعی رو توسط همین زنان و نسل جوانی که در حقیقت در مانیفست در سارینا یا در شعر در حقیقت برایه میبینیم که در حقیقت جهانی نو رو میطلبه و این جهان نو بستر یک انقلاب سیاسی جدی رو فراهم خواهد کرد. خیلی خیلی مهمه ما فرق این دوتا رو بدونیم. مسئله حکومت تنها نیست، حکومت اتفاقا خیلی دلش میخواست که اینها بخوان دست به اسلحه ببرن و در حقیقت باش در بیاد. کاری کرده این حکومت که اصلا مچل شده، گیر کرده. این اون روند بسیار مهمیه که دموکراتیزاسیون اجتماعی در ایران ارزش‌های نوینی رو داره خلق میکنه، از دل یک فرهنگ ایرانی دنبال یک انقلاب به تمام ایرانی است و فرهنگ و سنت گذشته جامعه رو که در حقیقت خفه کرده بود این نسل رو و جامعه ما رو داره به چالش میکشه. یزدان عزیز، دو سه نکته مهم رو اشاره کردی. یه چیزی که برای من خیلی جالبه نگاه میکنم، ادبیات این جووناست. مثلا ادبیات پرخاشگر با ناسزا توامه، میبینیم کامنت میدن ناسزا، میگن فوش، اما در کنار اون یه ادبیات زندگی جریان داره. نسل ماها تو خیال چگوارا و جمیل بوپاشا و جمیل بوهیرد و یه مشهدم انقلابی ردیف کردمی، آقای چگوارا داشت حال میکرد اونجا با زنان، ما اینجا سینه میزدیم گریه میکرد. هم تو برای امام حسین روز عاشورایشون میرن موهای بدن رو تمیز میکنن، میگن آب نیست، آب بوده و برای اینکه در بهش میرن تمیز باشن. حالا منظورم اینه که ماها توی رویاها ایدئال ها بدونی که بدیم شوروی چه جاییه، فکر میگنیم بهشت برینه، بعد رفتیم دیدیم چه گندی بود. و اما نسل جوان ما دلبسته هیچ کدوم از این ایسما و مراکز قدرت نیست، دوست داره مثل آمریکا زندگی آزاد داشته باشه ولی عاشق چشم ابروی نظام آمریکایی نیست، همطور روسی، همطور انگلیسی و غیره. و این برای من خیلی جالبه که در واقع این بچه ها یه خبر جالب بهت بدم، حتما خوشحالت میکنه. ما یه برنامه داریم تعریف تاریخ روشن میکنیم، مثلا آقای لاهوتی که رژیم ازش اینجوری یاد میکنه چجوری به دستور خمینی و با آگاهی آقای رفسنجانی تو زندان کشته شد، در حالی که پدر داماداش بود. و در تهران، در شیراز و تهران رو میدونم، جاهای دیگه نمیدونم، گروهی از بچه ها جمع شدن، از بچه های دانشگاه تاریخ، رشته تاریخ، ادبیات، جامعه شناسی، علوم سیاسی، اینا دوره هم میشن 60-70 تا آدم و فقط کاری که میکنن تلفوناشون رو میذارن بیرون که از اون جلسه بتونن به هر حال فردا پاسخگو باشن که در درون خودشون دارن.
واسه این برنامه تعریف تاریخ اونجا پخش کرد، من راجبش بحث کرده بودن که نمیدونستن، باور نداشتن خمینی دستور کشتن لاهوتی رو که اینقدر بهش نزدیک بوده داد. منظورم اینه سطح آگاهی ها آدم رو حیرت زده میکنه در شرایطی که استادا رو زبونشون رو بسته بودن، آدم های بزرگی مثل فریدون جنیدی، مثل چنگیز پهلوان، اینا در واقع خانه نشین شده بودن و اون وقت تو این شرایط این جوونا واقعا من حیرت میکنم. نمیدونم تفسیر شما چیه که ما چنین نسلی رو شاهدش هستیم که خیلی از ما در اون دوران جوانی بهتر میفهمن زندگی میخوان بکنن، میخواد با دوست پسر یا دخترش با هم زندگی بکنن، خیابون بیان، آواز بخونن، برقصن، سینما برن، تئاتر برن، چیز فوق‌العاده‌ای نمیخوان، خیلی چیز ساده‌ای که تو هر جای دنیا فراهمه. جمال زاده تکمیل میکنی صحبت ها رو، بستر خیلی خوبی رو گشودید. بذار خدمتتون عرض بکنم، امیدوارم یه زمانی فرصت بشه، انقلاب زن زندگی آزادی در ایران و در گستره خاورمیانه به اندازه رنسانسی که در غرب اتفاق افتاد ارزشمند حداقل باید اون رو شناخت. ببینید رنسانس تنها به معنی در حقیقت تغییر نگرشه، به معنی در حقیقت جایگزین کردن انسان به جای خداست، سوژه کردن انسان و شک در تمام هر آنچه که کلیسا تا اون وقت گذاشته بود و آغازگر راهی است که بشر 300 سال طی میکنه تا میرسه به اون اروپایی که ما الان شاهدش هستیم. من فکر میکنم غیر از غرب هیچ جایی در آسیا و خاورمیانه و در آفریقا این روند رو نرفته غیر از ایران. ایران داره این مسیر رو طی میکنه و در حقیقت امیدوارم ما فرصت بشه برگردیم بگیم که از زمانی که ایران مدرن شروع به کار میکنه، از زمانی که عباس میرزا از خودش پرسید که من چرا شکست خوردم، اصلش تجدد شروع میشه، از زمانی که دارالفنون تأسیس میشه و هزار نفر فارغ التحصیلان دارالفنون میان که در حقیقت انقلاب مشروطه رو بسترش رو باز میکنن، از زمانی که در حقیقت ما دوران مدرنیزاسیون در دوره پهلوی رو سپری میکنیم، فرخرو پارساها میان، از زمانی که در حقیقت ما دهه 80 و 90 شما در نظر بگیرید تعداد دانشجویان زن از دوره اصلاحات به بعد آنچنان زیاد میشه که هر صندلی که در دانشگاه توسط زنان اشغال میشه مساجد بسته میشن، 80,000 مسجد ایران رو بستن. چه عواملی باعث شدن؟ یک بحث جامعه شناسیه که حداقل در 5 عرصه میشه بررسیش کرد، واقعا جاش نیست، ولی این نسل آن چیزی است که ما نمیشناختیم. ما محصول دوران جنگ سرد بودیم، ما محصول انقلابات کلاسیک بودیم، ما محصول در حقیقت چگواراها بودیم. الان سپیده قلیان در حقیقت ببینید چه کار میکنه، چگوارای زمانه اینها هستند با یک رفتار مدنی و یک شجاعت مدنی کاری رو میکنه که یکی از دجالترین حکومت‌های خودکامه جهان رو به سطوح آورده. در حقیقت این اون بحث مهمیه که در جامعه ایران اتفاق ما نمیشناختیم و به همین خاطر میگم اپوزیسیون اصلا مات و مبهوت بود. آنچه که در جامعه ایران تحولاتی که در این مدت و به ویژه در 2.5 اخیر در ایران اتفاق افتاده، تبلورش رو در انقلاب جینا دیدیم، برای ما ناشناخته بود، برای به اصطلاح اپوزیسیون هم ناشناخته بود، حتی برای قشر خاکستری که من میگم پدران و مادران خود اینها هم ناشناخته بود. این قشر خاکستری ابتدا شک میکرد، یک اصطلاحی رو ما داریم نگرانی ضد آرمانی، فکر میکرد دوباره یک انقلاب دیگه میشه مثل سال 57 و سرکوب میشه، یا کاری که در آبان 98 کردن، در ظرف 10 روز جمع کردن. ولی الان تمام تردیدهاشو گذاشته کنار، اگه وقت شد به قشر خاکستری میپردازیم. در قشر خاکستری که در حقیقت به عنوان یکی از دلایل شکست این انقلابش اشاره میکنن، در دی ماه 96 و آبان 98 چند درصد بود؟ الان چند درصد قشر خاکستری هستن؟ روز به روز لایه های بیشتری از مردم به این میپیوندن به خاطر اینکه به کاری که جوونا کردن، به آینده ای که اونها ترسیم میکنن، به راه و روشی، نقشه راهی که اونها دارن، واقعا دارن اقتدا میکنن. الان دیگه خونه اسلام سیاسی در حقیقت، نه در حقیقت راه و رسم انقلابات کلاسیک، بلکه این راه و رسم مدرنی که جوانان ایران پیش پای آینده ایران گذاشتند مورد تعقیب قرار میگیره. میر حسین موسوی وقتی میاد میگه که در حقیقت سلام میکنه به انقلاب زن زندگی آزادی و انقلاب پاک مینامه، این حادثه توانست جوانان ایران تونستند
نخست وزیر دوران طلایی امام رو در حقیقت از پشت این گفتمان بیارن بیرون. توانستن تمام ملی مذهبی ها و اصلاح طلب ها رو که در حقیقت پاشناشیل این در حقیقت خندق این نظام بودن به گزارگرایان به پیوندانن. این مسئله کمی نیست. تغییر گفتمان و دیسکورس 100 ساله ایران رو این جوانان باعث شدن جناب نوروزاده. آیین جدیدی رو در حقیقت رسم گذاشتن که واقعا باید گفت فرهنگ ایرانی شای جا پای در حقیقت گفتار نیک و رفتار نیک و پندار نیک گذاشتن در حقیقت این زن زندگی آزادی. و ما باید سرفراز باشیم. اتفاقا سیاست آینده ایران متأثر از این شعار بزرگ جهانی، شعار بزرگی که از دل یک فرهنگ بزرگ ایران بیرون آورده است، متأثر خواهد بود. ما سیاست رو به این مبنا خواهند ساخت، قطعاً خواهند ساخت و جای نگرانی نباید داشت. دوستان من، از یزدان یاد بگیرید. پر از انرژی، پر از امید داره توصیف میکنه آنچه را در وطن گذشت. اخمالو نشینین غمگین انگار کشتیتون غرق شده. به اون لحظه های پر از امید نگاه کنید. اون لحظه های پر از امید، من توی شعرم به پسرم میگم، پسرم روزگار را بنگر، بعد میگم امید باید در تمام وجود ما این رشته خونمون جریان داشته باشه. امیده که این رژیم آدم خور را شکست میده. ممنونم یزدان. یه درنگ کوتاهی میکنیم، برمیگردیم در خدمت شما و یزدان شهدای عزیز. درود دوباره دلارام طباطبایی. ترانه‌های قشنگی خونده، همسر دوست گرامی من. خب برگردیم در محضر یزدان عزیز. یزدان، به موازاتی که درباره داخل گفتی دلم میخواد تصویر برداری تو رو از اپوزیسیون در خارجم برام بگی، که گاهی اوقات با انتقاد روبرو میشه که کوتاه اومده، اونطور که داخل بودن نبوده. و یکی از دلایل این که ما یه درنگی در داخل میبینیم به خاطر رفتار اپوزیسیون. من دلم میخواد نظر شما رو در این مورد بدونم. چشم جان نوروزاده، با کمال میل. بخشی از داستان ماست، بایستی نمیشه ازش گذر کرد. من تا اجازه بدید کوتاه فقط دو جمله بگم، چون در مورد با زنان شما شروع کردید. ببینید، افسانه بایگان، معتمد آریا، سوزن تسلیمی و هر آنچه که امروزها در عرصه سینماگران میگذرد نگاه کنید، حمایت و پشتیبانی از اونها، کاری رو که در حقیقت محمد صادقی کرد، اون کار در هنرپیشه تئاتر که ماندگار خواهد شد با اون لایو اینستاگرامی وقتی که رفتن دم در خونش، اون فراخوانی که داد به جوانان و مردان ایران، به پسران برای حمایت از مادرانشون، که اگر من ببینم کسی میاد مادرم و همسرم و فرزندم و در حقیقت میخواد بکشه تو خیابونا، بکشه تو این ماشینا، کلت میبندم میرم، گفتگویی ندارم باش بکنم. رابطه اینجوری تغییر کرده. اون دوستانی که دقیقاً میخوان بدونن آیا تصور میشد 10 سال پیش چنین کسی بتونه در جمهوری اسلامی چنین برخوردی رو بکنه؟ کارش هم نمیتونن بکنن، عقب نشینی میکنن. بذارید یک نکته دیگه هم خدمتتون بگم. خبری اومده در خیلی از جاها در حقیقت بسیجی ها که قبلا سهمیه دانشگاه میگرفتن، پول میگرفتن، شغل بهشون میدادن، حاضر نیستن دیگه به عنوان بسیجی این امتیازات رو بگیرن. میدونن که این حکم قتل آینده شونه، نابودی شونه. در اداره جا دارن لیست حراستی ها و بسیجی ها رو از بین میبرند. آقای نوروزاده، این کم نیست. امیدوارم مردم ایران اینو باور بکنن. این قدرت بی قدرتانه که الان جمهوری اسلامی رو آنچنان ترسنده. هشت شعبی رو میارن دانشگاه تهران. شما فکر میکنین بحثی که پیش اومده به خاطر چیه؟ کاری رو میخوان بکنن که قذافی کرد در لیبی، 12,000 نفر از چاد، از سرزمین مادریش، برای سرکوب برآورد، آورد در حقیقت به لیبی. اینا میخوان هشت شعبی رو بیارن چون بسیج، چون در حقیقت ارگانهای انجمن اسلامی نامه داده برای حکومت، پیام داده، فرزندان خلف انقلاب اسلامی ضد خود اونها شدن، بهشون اعتماد نمیکنن. این اون دستاورد بزرگی که در حقیقت زنان ما
در انقلاب برای سرزمین ایران آوردن. و برگردم به قسمت اصلی سوال شما که بحث بسیار مهمیه. اون دفعه در آخرین برنامه که خدمتون بودم شروع کردم ولی در حقیقت ناتمام بود، متاسف هستم. ببینید جناب نوری‌زاده، اپوزیسیون کلاسیکی که ما در خارج کشور داریم، همون اپوزیسیون دوران جنگ سرده، اپوزیسیونی که از دل انقلاب 57 بیرون اومد، به عنوان سهامداران انقلاب 57 شکست خورد، علی‌رغم تمام ایستادگیش، مالیات تبعید و 40 سال در خیابان‌ها و به اصطلاح اماکن عمومی بر آرمانش ایستادگی پافشاری کرد، مود موهاش سفید شد، این اپوزیسیون در حقیقت ریزش کرد و دور شد. در تبعید داستان اینه، دور شد، بسیار فاصله افتاد و به همین خاطر نتوانست اون پیوندی رو که باید داشته باشه تحمیل کرد بهش. در حقیقت جمهوری اسلامی خوب کار کرده بود، رهبرانش رو ترور کرده بودن. این اپوزیسیون در حقیقت به همین خاطر در آغاز انقلاب مهسا واماند، دور ماند، به جا ماند از درک این انقلاب و از آمادگی برای او. آنچه که الان اتفاق افتاده، این اپوزیسیون بعد از در حقیقت، یعنی من میخوام اینو بدون اغراق بگم، شورای گذار حداقل تنها جریانی بود و جای بالندگی داره که گذار رو مطرح کرد در ایران. اون زمان کسی نمیدونست چی میگه، به گسلها اشاره کرد، گسل جنسیتی رو شورای گذار در اسنادش آورد. یک پیشبینی داهیانه بود در حقیقت، اونم به علت اینکه افرادی که شورای گذار رو تشکیل داده بودن تونسته بودن بند ناف خودشون از اون اپوزیسیون سنتی ببرن. در حقیقت بعد از گذشت این 7-8 ماه، این اپوزیسیون در حقیقت داره خودش رو همون روندی رو که جامعه طی کرده بود با تأخیر باز تعریف میکنه. بذارید یک تعریف بدم. اپوزیسیون مدعی قدرت باید بتونه برای تصرف قدرت برنامه داشته باشه. نداشت این اپوزیسیون. باید بتونه به عنوان یک دولت مدار و کشور مدار و نه رهبر یک حزب و یک فرقه در عرصه سیاست حاضر بشه. باید بتونه عاملیت رو در جامعه فعال بکنه و دنبال در لیگای سیاسی که بازی بسیار مهمه دنبال متحدی بگرده، نه با متحد خودش بجنگه. اپوزیسیون اگر بخواهد در حقیقت با جامعه همراه شود، باید بتونه اعتماد جلب کنه، لیاقت نشون بده، دموکراسی خواه باشه، تکثر جامعه رو بپذیره، مخالف رو براش احترام قائل بشه، مهارت گفتگو داشته باشه، باید بتونه برنامه حزبی رو از برنامه ملیش که نجات کشور در اون مسئله جدا بکنه. خب این اپوزیسیون واقعا این توانایی رو از خودش نشون نداد. الان این اپوزیسیون به نظر من اون بخش دموکراسی خواهش که باور کرده، یک عامل خیلی مهم برداشته شد جناب نوری‌زاده، الان این اپوزیسیون دیگه مثل 4 سال پیش تنها نیست. همه گفتمان گذار رو پذیرفتن. این وحدت گفتمان خودش خیلی بحث مهمیه. آیا گستره بله. نه گذار که شما اشاره میکنید، همچنان تلاشاتون برای گفتگو با پیوند، حالا نمیگیم اتحاد، ولی در راه رسیدن به یک کنگره ملی، واقعا ما میتونیم یک کنگره ملی داشته باشیم. اقوام هستن، یارو میگم اتنیکا، همه اینا حضور دارن. کی ما واقعا مردم ایران میتونن شاهد باشن کنگره ملی تشکیل شده که در داخل کشورم صدا شنیده میشه و صدای داخل کشورم در این کنگره شنیده میشه؟ با تمام تجربیات تلخی بالا پایینایی که اپوزیسیون داشت، الان به نظر من جناب نوری‌زاده یک مسئله مهمه پیش اومده. من اینا رو میگم بعد جواب سوال شما رو به طور مشخص میدم. اولا که همه به گفتمان گذار رسیدن خیلی مهمه دیگه. اصلاحات رو مانع در حقیقت اتحاد اپوزیسیون نیست، همه گذر کردن، خود اصلاحات هم گذر کرد. بلوک های سیاسی شکل گرفته. خود شکل گرفتن بلوک های سیاسی به معنی اینه در حقیقت همسکران به همدیگه نزدیک شدن، خودش قدم مهمیه، ولی ایدئال نیست. ایدئال اینه که در حقیقت فراتر از این بلوک‌ها، همه بلوک‌ها بتونن برای نجات ایران، به قول شما حالا بگید کنگره ملی، من اسمی رو براش خودم درست کردم، یک پارلمان گذار، پارلمان گذار یا ملی گذار جمع بشن دور هم. باید بتونن با داخل هماهنگ بشن و این رو سازماندهی بکنن. باید سیاست خارجی بلد باشه این اپوزیسیون، بتونه در حقیقت با کشورهای دنیا بگه که من لیاقت اینو دارم، به عربستان و به ترکیه و به کشورهای خاورمیانه بگه که من آلترناتیو بهتری برای ایران هستم، به دنیا اینو بتونه بگه. باید بتونه به عنوان یک کلیت علی‌رغم اختلاف جا
جمهوری خواه هستی باش، پادشاهی خواه هستی باش، فدرال هستی باش، ولی به عنوان یک کلیت وقتی با جهان صحبت میکنی ایران مد نظرت باشه و بعد بگی اثری از خودت هم در داخل کشور نشون بدی. این اپوزیسیون اون وقت اون اپوزیسیونی خواهد بود که هم جهان به رسمیت میشناسه و هم مردم ایران. به نظر من ما زیاد دور نیستیم از این مسئله. 7 ماه تأخیر کردیم. در شهریور، من اینو خدمت شما بگم، در شهریور به اصطلاح 26 شهریور که ژینا مهسا امینی توسط ماموران حکومتی به قصر رسید، ما در شورای گذار فراخوانی رو دادیم به حزب دموکرات کردستان، به کمالی عبدالله مهتدی و بعد به حزب مشروطه اینها که دور همدیگه یک ائتلاف تشکیل بدیم. و اینو من شاید اینجا برای اولین بار دارم میگم، دوستان تبعیت نکردن، حزب مشروطه اعلام آمادگی کرد، آقای پهلوی هم در حقیقت اعلام آمادگی کردن. ما در اونجا اون درایت رو حداقل به خرج دادیم که بلافاصله همزمان با آغاز انقلاب ژینا این کارو بکنیم. نشد. ولی بعد از اونها در حقیقت خود اپوزیسیون در یک کمای سیاسی فرو رفت دنبال روی در حقیقت اپوزیسیون. الان فرق کرده قضیه. کنگره اخیری که حزب چپ گذاشته بود در اسنادی که مطرح کردن نشون داد که اینا هم به این مسئله پی بردن و رسیدن و اومدن همکاری همه دموکراسی خواهان رو مطرح کردن با هم دیگه. بنابراین من میخوام به شما بگم این دور نیست که اپوزیسیون عاقل، اپوزیسیونی که عقلانیت سیاسی رو از جنبش زن زندگی آزادی، همبستگی رو از زندگی زن زندگی آزادی یاد گرفت، بتونه در کنار هم بشینه و فرزند خلف و لایق جامعه ایران باشه و بتونه این موانعی رو که گذشته سر راهش بود برداره. این درایت میخواد که ما در کنار هم دیگه بدونیم علی‌رغم همه اختلافات فکری و سیاسی ما ایرانی هستیم و یک وظیفه داریم. ما کارمون نجات عراق نیست، کارمون نجات در حقیقت کشور دیگه نیست. موضوع اصلی ما جغرافیای ایرانه، باید به اونجا فکر بکنیم. شورای گذار هم متأثر از آنچه که گذشت، متأثر از آنچه که در حقیقت این سوال رو مقابل خودش قرار داد که در این 10 ماه چی گذشت و چی باید انجام میشد که نشده، با آمادگی بهتری در حقیقت وارد این قضیه شده. پیمان همکاری که ما بین در حقیقت حدود الان 2 ماه با حزب مشروطه و شورای ملی تصمیم و 6 تا جریان دیگه هم از ما حمایت کردن تشکیل دادیم، قدمای اول این کاره و من امیدوار هستم گفتگو با جمهوری خواهان و بلوکای دیگر سیاسی در حقیقت در دستور کار شورای مدیریت گذاره و ما بتونیم به اونجا برسیم که همه ما با اختلاف نظر و شفاف ولی با پرچم ایران در این کنگره ملی در یک در پارلمان گذار هماهنگ با داخل کشور کنار هم دیگه بشینیم. من این امید رو می‌بینم که در حقیقت ما بتونیم این کار رو انجام بدیم، این دفعه غایب نباشیم در صحنه ای که برآمد بعدی جنبش خواهد. ازدان عزیزم یه نکته رو بهت بگم. اپوزیسیون تا قبل از همین جنبش یا انقلاب زن زندگی آزادی در عمل 2 گروه بودن. یه گروه مشروطه خواهان یا پادشاهی خواهان بودن که توشون افراطی و غیر افراطی هم داشتن، یه گروه هم همه اونایی بودن که تو انقلاب مشارکت داشتن و حالا اسم پهلوی رو آوردن براشون مثل این که در واقع کهیر میزد تنشون و حاضر نبودن. و من دیدم که هنوزم این موج ها هست برای اینکه بلایی که سر عبدالله مهتدی آوردن و چه بازی با این انسان آزاده کردن. ولی عبدالله پایمرد ایستاد، گزینه ای رو که داشت تمسک به اون رو از دست نداد و امیدوارم که همچنان پایدار و مقاوم در برابر این فشارها از 2 سو مقاومت کنه. حالا آیا به نظرت، چون در طیف مشروطه خواه غیر از اون افراطی های که من سالها پیش بهشون عنوان شاه اللهی دادم و گفتم از هرچی اللهی بیزارم، خمینی اللهی، مسعود رجوی اللهی، شاه اللهی، جمهوری اللهی، مصدق اللهی، همه شد، آیا رسیدی به نقطه‌ای که میتونی تشخیص بدی اللهی ها دیگه وسیله خرابکاری ندارن که بیان وسط میدون رو بگیرن و خرابکاری کنن؟ حالا از 2 طرف،
تمرکز رو یه طرف نمیدم، رو دو طرف میدم. آیا میخ آهنی به سنگ فرو رفته و احساس میکنی که زمینه تفاهم و همبستگی فراهم شده؟ جناب نوری‌زاده، نمیخوام خوشخیالانه جواب بدم و نمیخوام در حقیقت بدبینانه، واقع بینانه اگر من بخوام خدمت شما عرض بکنم، آنچه که من میبینم این روند، روندی که شما گفتید در حقیقت جنبش رو از بدخواهان، بدتینتان یا در حقیقت نادانان دور بکنه، جنب اپوزیسیون رو، به نظر من درسای بزرگی گرفته، درسای زیادی گرفته و کانونهای به همگرایی، همبستگی ارزش شده، بهش توجه میشه. خود رهبران این جریانات مسئولیت دارن، از آقای پهلوی گرفته تا دیگران، هر جریانی در حقیقت با این جریانات افراطی خودشون برخورد بکنن. این چیزی که شما گفتی رو امروز همه در مورد صحبت میکنن که اعتدال، خط میانه‌ای که در حقیقت جا باز میکنه برای بقیه رو فرصت میشماره، نه تهدید و جا بیفته در جامعه ما. ما با دو سر در حقیقت پانهای افراطی هیچ کاری نداریم و پانهای افراطی به نظر من تصویر بسیار بدی رو عرضه کردن و جامعه ما نه، بلکه اپوزیسیون. این خیلی خیلی بحث مهمیه که با تجارب منفی که در این دوره کسب کرد، به نظر من دستمایه و توشه‌ای هست برای جلوگیری از تکرار اینها. من این امیدواری رو دارم، اینو به شما بگم، و نه تنها کاذب، بلکه فکر میکنم قطعا این اپوزیسیون اگر بخواد فرزند زمانه خودش باشه، بایستی با این دستاوردها بتونه در حقیقت در برآمد بعدی این کارو بکنه. ما در شورای گذار در سالهایی که این اپوزیسیون جواب منفی میداد خیلی تلاش کرد، واقعا ما گفتگو با ما حداقل این رو بایستی به عزیزان شورای گذار که منم شاگرد خیلی از اونها بودم تبریک گفت که ما قدم خوبی رو برداشتیم و همیشه جواب منفی میگرفتیم، ولی در کنگره حزب چپ امسال ما شرکت کردیم به خاطر اینکه در اسنادشون اولا اومده بودن، گزار رو مطرح کرده بودن، گفتمان رو پذیرفته بودن، و دوما در حقیقت به همکاری همه نیروهای دموکراسی خواه، علارغم در حقیقت غیر جمهوری خواهان، مشروط خواهان و همه نیروهای دموکراسی خواه دست گذاشته بودن. این درک درستیه، و چون این درک درست هست، ما در شورای گذار بر اون میکوبیم. هنوز در شورای گذار هنوز هم علارغم اینکه به هر حال بلوکای جمهوری خواه شکل گرفته، قدر ما میدونیم، ما نمیتونیم حذف بکنیم، مشروطه خواه، جمهوری خواه، همه اینها فرصت های جامعه اینان هستن. ما نه به مدل های گذشته، نه در فرم جمهوری اسلامیش در حقیقت نگاه میکنیم، نه به سلطنتی که در حقیقت قبلا وجود داشته، اینها رو به عنوان یک جریان فکری میدونیم و این مردم ایران هستن که باید انتخاب بکنن. یک اپوزیسیون دموکراسی خواه این رو باید بدونه که به صندوق رأی احترام بذاره، تلاش خودش رو بکنه. اینها میتونن در اون کنگره ملی که شما میگید همشون با پرچم فکر خودشون حضور داشته باشن. ما طلبکار همدیگه نیستیم، ما همه ما یک کشور داریم، باید برای سعادتش بکوشیم و برنامه هامون و ایدال هامون رو داید در رأی مردم بذاریم. و این در حقیقت درک که بهش میگن در سیاست عقلانیت سیاسی، بدون هیچ تعریفی به شما بگم، در آغاز انقلاب ژینا وجود نداشت در اپوزیسیون، ولی الان داره به وجود میاد. جریاناتی هستن که روش میکوبن، مثل شورای گذار، مثل مشروطه، تلاش میکنن، زیاد میکوشن. جریاناتی هستن که کجدار و مریض، ولی من امیدوارم که این درک جا بیفته و ما بتونیم شاهد این باشیم که اپوزیسیون اتفاقا همونجوری که جان بگم اینو، ببینید جوانان ایران، زنان ایران کار خودشون انجام دادن، اونها در حقیقت اون بستر مدرنیسم اجتماعی رو، تحول اجتماعی رو، انباشت آگاهی رو انجام دادن. کار خیلی ساده کردن برای اینکه اگر حکومت در بالا عوض بشه، این از بالا نبوده، از پایین بوده، ولی آنچه که به بالا برمیگرده، خلع قدرت از جمهوری اسلامی، تسخیر قدرت و جایگزین کردن این قدرت جدید، مهندسی قدرت در حقیقت کار نیروهای سیاسی و اپوزیسیونه، و در حقیقت شخصیت‌های سیاسی و اپوزیسیون سیاسی باید در این دوره آمادگی و تدارک اینو داشته باشه که فردا بتونه این پازل رو، این شطرنج بازی سیاست رو تکمیل بکنه. اگر نه ما باز در حقیقت بخشی از این دستگاه معادله قدرت رو نخواهیم داشت. بسیار عالی. من گفتم وقتی با یزدان حرف میزنم
خودم هم امیدوارتر میشم. اینی که میگه شورای گذار تلاش کرد، حداقل در بخشی از این تلاش ها من شاهد بودم و میدونم صادقانه داره میگه، صادقانه میگه. و چندی قبل داشتم با دکتر مسعود نقره‌کار، رفیق هزار ساله، صحبت میکردم، بر سر همین موضوع اومدیم که تصمیم و گذار و مشروط خواهان به تفاهم رسیدن و امیدوارن دیگر گروه هم باشن. مثلا سکولارهای ملی، دکتر نوری‌علا و دوستانش همیشه در راه رسیدن به یه تفاهم خیلی مثبت عمل کردن و من خیلی خوشحالم که خود شاهزاده رضا پهلوی و شهبانو در دکتر بروخیم که پاریس بود صحبت کرده بود، من خیلی خوشحال شدم که شهبانو نقش فعالتری داشته باشه و همه اینا به نظر من امیدوار کننده است، مبشر خیره و امیدوارم این بشارت خیر رو ما هر دفعه از زبان شما بشنویم. و من اینجا به شما بینندگان قول میدم از این به بعد یزدان عزیز رو ما حداقل یک بار در ماه داشته باشیم یا شاید هم بیشتر، برای اینکه خود شما به من گفتید که چقدر چهره مصمم و گفتارهای پر از امید این معرکه است. خب بگذار یه سوال دیگه هم ازت بپرسم در پایان وقتمون. به اعتقاد خودت رفتار خارجی ها نسبت به تحولات ایران چجوری شده؟ چون یه وقتی که در واقع صدا کمتر شد در ایران، اینا گر رو گر مشغول پس پرده گفتگو شدن، ولی یک باره مثل که فرو نشست. حتی آقای بایدن دیگه اونطور اشتیاقی نشون نداد برای گفتن. اروپایی هم قاعدتا باید همینطور باشه. نظر شما رو هم دلم میخواد بدونم. دفعه قبلم یک فرمول رو خدمتتون عرض کردم. ببینید جناب نوری‌زاده، مسئله ایران مسئله ماست، ما ایرانی ها. بله، این اصل قضیه است و اتفاقا این رو باید خیلی در حقیقت روش دقت بکنید. ما بایستی بر این پیش‌داوری منفی که سیاست کار انگلیسی هاست غلبه بکنیم، بایدی برای این تئوری توطئه‌ای دایی جان ناپلئون غلبه بکنیم. ایران بایستی به دست ایرانی نجات پیدا بکنه، ایران رو باید ایرانی بسازه و در حقیقت این ایران در جهان قرار گرفته. بایستی مبنای سیاست رو ما باید بدونیم. من فکر میکنم که این معادله رابطه غرب با ایران اگر نگم غلط در حقیقت بررسی میشه، بلکه باید گفت که دوباره باید بازبینی بشه در اون مسئله. ببینید، خارج کشور خارجی ما ارتباط داریم، خود شما میدونید با جریاناتی از اپوزیسیون هستن که ارتباط دارن، هیچ تعارفی هم نداریم، نه تنها با پارلمان ها که خبرش میاد، با دفتران وزارت خارجه این کشور ارتباط دارن، بعضی از افراد اپوزیسیون دوستی های نزدیکی با شخصیت های این کشورها دارن، دولت مردان دارن. قطعا من به شما اینو بگم، اینها یک چیزی رو باور کردن، جنبش زن زندگی آزادی در اینجا هم یک معادله رو عوض کرد. این که اینا فکر کنن جمهوری اسلامی ماندگار هست دیگه نیست، تموم شده. مدام منتظر بازی خوب ایرانی ها هستن، ما باید بزنیم خوب بازی. ممنونم ازت، ممنونم از یزدان شهدای عزیز. به اندازه موهای سفیدش تلاش کرده، همش هم در راه وحدت و همبستی. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده به اتفاق دوست عزیزم یزدان شهدایی، تا دیدار بعدی در پناه پروردگار عاشق.